و این رو بحث دوم در مورد مسئله کولبران که این هم مسئله مهمی ایزان باید مسئلهش باز بشه و برنامه هم ساختم تو این زمینه و خیلی صحبت هم کردیم. ببینید مسئله کولبران، اولا واژه کولبر که بهتون گفتم تو فرهنگ لغات فارسی نیست، میگن آقا این یک واژه کردیست بعضی ها میگن، من حتی نرفتم تحقیق کنم. شما وقتی که در رسانه بی بی سی و اینا داری صحبت میکنید واژه کردی در بی 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 سی پرشیانه، واژه فارسی باربر باید به کار ببری. به هر حال تو فرهنگ لغات فارسی چنین واژه‌ای نیست. اما بحث کولبران بحث اولا قاچاق دیگه، اینکه الان میگن آقا اینا بیمم گرفتن بعضیاشون، حکومت غلط کرده به قاچاقچی جماعت اجازه داده. اگه توی مرکز شهر دارن کار میکنن اینا که همه شهر هست، باربری اگه تو مناطق شهریست که خب آقا همه شهر هست، اگه اونا رو بیمه کردید در تمام ایران باید همه باربرا رو بیمه کنید. نمیشه به خاطر فشاری که جریانات ایران ستیز دارن میارن حکومت عقب نشینی کنه. شنیدم در جایی که این سربازانی هم که وظیفه خودشون رو انجام دادن یه توبیخی شدن، خب جمهوری اسلامی نباید عقب نشینی کنه. دقیقاً به مانند سال 57 که پادشاه فقیه شورشیای بی شرف میمونن تو خیابون مرگ بر شاه میگفتن، بر علیه منافع ملی ما شعار میدادن، آقای پادشاه فقید ما حال سرهنگ اویسی رو چه تیمسال اویسی رو میگرفت، حال ارتش رو میگرفت. خب وقتی شما حال ارتش رو بگیری کار به جایی برسه که در 14 آبان ریختن تو خیابون مرگ بر شاه گفتن، حالا گفتن تو گفتن ریختن تمام، حالا مرگ بر شاه گفتن این شورشی ها، این که ریختن تو بانک ها تمام بانک رو سوزوندن، اسناد بانکی رو آتیش زدن، این دیگه چه ربطی به شاه داشت؟ وقتی که اغتشاش دارن میکنن پادشاه ما میار آقای اسحاری رو میذاره که اسحاری به جای که تو دهن شورشیا بزنه که مملکت آروم بشه، هرج و مرج جمع بشه، هرج و مرج یک مملکت نابود میکنه، اومد وفاداران به قانون، به قانون اساسی رو بازداشت کرد. از هویدا بگیری تا تیمسار رحیمی، چی تیمسار میگم نصیری، تیمسار نصیری، تیمسار نصیری رو دستگیر کرد. خب آقا اینا یاریش و همایون رو بازداشت کرد. خب آقا اینا خیانت دیگه، اینا کم آوردن اشتباهه. الان حکومت هم اگر سربازای ما را در دم مرز به خاطر انجام وظیفه‌شون که ایست دادن، تازه من فرماندهشون گفتش که آقا اینا ایست دادن بعد یک تیر هوایی دارن بعد تیر مستقیم به این قاچاقچی ها زدن که نامشو میزنن کولبر، اشتباه کردن، تیر هوایی نباید بدن. آقا فشنگ مملکت که چیز نیستش که، به قول اینا حالا واژه بیت المال میارن، برای چی تیر هوایی زدی؟ شما باید ایست بدی، سه بار پاکستانم ایست 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 وای نسته بزنی منطقه امن اونجا. بابا 13,000 تا ما تا الان سرباز کشته دادیم تو این 30 سال گذشته. بعضی ها میگن آقا جا اینا کولبر بودن دارن میزنی، بازی حقوق بشری برای ما را میندازن. آقا دم مرزه، شما بیشرف های فعال حقوق بشر، شما بیشرف ها سربازه ما وقتی که توسط همین تروریست ها قتل عام می شدن یا می شوند کجایی پس؟ چرا خفه خون می گیرید؟ اپوزیسیون بیشرف ترش هم می بینید. دیشب داشتن تلویزیون های باز لس آنجلسی رو رصد می کردن، آی کلا آی کلا آی، یه نمایشی هم را انداختن که چیز یه نونه مثلا به صورت با این ماکت های مثلا چوب پنبه نون در آوردن، بزرگی یارو داره نمایش در میاره کولبره اینجوری میکنه. آقا دست بردارید دیگه. این بحث شغل کولبری که اینا میگن یک فتنه جریان ایران ستیزه که اینها رو، این افراد رو گوشت قربونی میزنن جلو. در حقیقت به خاطر اینکه پشت این کولبرها پنهان بشن و تک تیراندازاشون سربازای ما رو بکشن. دیدید این حرف من نیست، گزارش صدای آمریکا رفته با این تروریستا مصاحبه کرده، با افتخارم تک تیراندازه تیراندازی میکنه، صدای آمریکا هم ازش فیلم برداری میکنه. یکی از اهدافشون اینه که پشت این کولبرها که نام حالا باربر یا قاچاقچی، پشت این قاچاقچی ها پنهان بشن و سربازای ما رو بکشن و یعنی براشون بازی برد برده. اگه پشت اینا پنهانشن سرباز ما رو بکشن، میدونن که این گروه حقوق بشری همه خفه خون میگیرن، بعد تو بوق و کرنا میکنن که آه دو تا مزدور جمهوری اسلامی رو کشتیم. حالا سرباز بدبختی که لب مرزه، حالا اینا به اسمش میشه مزدور جمهوری اسلامی، سرباز دم مرز ناموس مملکت، هر کی از کشته شدن سرباز دم مرز
خوشحال میشه، همین الان بره جلوی آینه یه توف بکنه تو صورت خودش، چون واقعا بی غیرت از سر کشته شدن سرباز ایران خوشحال بشه. و میگه اگه کشتیم سرباز ایرانی رو، گروه های حقوق بشری که همه خفه خون میگیرن، میگیم دو تا مزدور جمهوری اسلامی رو کشتیم. اگر اونا تیراندازی کردن، خب این ما پشت این کولبرا قاچاقچیا پنهان شدیم دیگه، اینا کشته میشن، بعد ما میایم شروع میکنیم مظلوم نمایی، نمایش خیابونی را میندازیم. به هر حال این اپوزیسیون هم که شعارش اینه جمهوری اسلامی، برود به هر قیمتی. اگر با رفتار جمهوری اسلامی، تز خیلی از این آقایینی در این تلویزیونای لس آنجلسی است، خیلی از این کسانی که عکس پرچم شیر و خورشید هم میذارن، هیچی شعور ندارن بیشتریاشون، میگن که اگه جمهوری اسلامی برود و ایران بماند فوها، اگه ایران هم نماند دیگه باید این هزینه که بدیم دیگه، حداقل جمهوری اسلامی رفته، فکراشون اینقدر بچه مونه. به خاطر این دید ضعیف است که دم به دم دشمنان وجودی ایران که تجزیه طلبان باشن میدن. و شما امروز میبینید خیلی دارن میگن کولبر کولبر، هر کی میگه کولبر خیانت میکنه به خاک کشور، چون اولا واژه‌ای رو داره به کار میبره که خواستن بگن، واژه اختراع شده بی بی سی رو داره به کار میبره، و دومیش پشت پرده یعنی رسما داره داد میزنه آقای جمهوری اسلامی، آقای سرباز دم مرز، شما دست بعد بلرز اگه خواستی تیراندازی کنی کسی که لب مرز ما داره کار مشکوک میکنه، دست بعد بلرز تا منطقه در قسمت مرزی، مرزهای غرب کشور ما ناامن باشه، اون وقت چیکار کنن؟ اسلحه وارد کنن، حق غلط دلشون میخواد بکنن. این اسلحه که وارد میکنن چه اتفاقی میفته؟ منتظر باشن یک شلوغی در ایران به مانند 88 رخ بده، این دفعه اسلحه سرازیر کنن در جامعه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه. اسلحه اگه در جامعه پخش بشه میشه کشور سوریه، براتون هم توضیح دادم کشور سوریه بشه، چه اتفاقی میفته؟ بازی برد برد برای غربه، حکومت برانداز بشه. بعدها تو اون سالهایی که حکومت داره با مردم میجنگه، حالا هر کدوم برنده بشه دیگه برای غرب زیاد مهم نیست، اسلحهش فروش میره، جنگ هم تموم بشه هر کدوم برنده بشن، آقایون غربی میان میگن آقا این شرکت فرانسوی لوله کش آبه، این شرکت مثلا آلمانی چه میدونم دکل تلفن درست میکنه، همه اینا نابود شده تو جنگ دیگه، این برنامه گسترده است. بنابراین احمق هایی که در قالب کسی که نمیفهمن آزاده کنیار کشته شدن، دارن زمینه رو آماده میکنن برای کشتار بزرگتر، چون سوادشو ندارن نمیفهمن. تمام این بازی های حقوق بشر اینا سر مرز های غرب کشور اینه که حکومت اونجا رو بیخیال بشه، دست دلش بلرزه بخواد از منطقه مرزی ما حمایت کنه، چی دفاع کنه، فشار به حکومت بیارن که تعداد پاسگاه های مرزی کمتر بشه، آقایون قاچاقچی راحت برن بیان. اینم بازی برد برد برای تجزیه طلباست. میگم اگه قاچاقچی رو بزنی بکشی که الان راه میندازن جریانی، راه میندازن مظلوم نمایی و فلان و از اینجور حرفا، اگر هم نکشی اسلحه جا به جا میکنن، اونم بهتون گفتن تا موقعیتی پیش بیاد اسلحه در جامعه پخش بشه و جنگ داخلی پیش بیاد. جنگ داخلی هم در زمان جنگ به سود غرب اسلحه ها فروش میره، بعد از جنگ هم به سود شرکت های غربی که حالا میخوام بیان دکل تلفن و لوله آب و چه میدونن آسفالت و هر چیز ما رو درست کنن، کلی پول بگیرن. اینجوری یه کشور همیشه در فقر نگه میدارن، نفتمون هم تو این شرایطی که هرج و مرج خر تو خره، نفتمون هم یا بر ارزون بفروشیم یا میبرن یا هزار تا مسئله دیگه. احمق هایی هم که الان اینجا میگن آقا اینه که میگی درسته ولی خود آقازاده ها دارن پول میبرن، اینا اون یه بحث دیگه ایه، اونجا یه یکی از کارهایی که بیسواد ها انجام میدن در این اپوزیسیون قاطی کردن بحث هاست. یعنی شما داری این بحث رو میکنی یه رفعه وسط بحث میگن آقا پولی که آقازاده ها دارن میرن وایستا پیادش با هم بریم، من الان دارم تو این چارچوب باید بحث میکنم، این چارچوب اگه میخوای ببندیم یه فایل دیگه باز کنیم اونجا هم باید دست میکنم. بحثا رو قاطی کردن یکی از کارهای بیشرافتی است که این رسانه‌های لس آنجلسی انجام میدن. هر کسی که در این چند روز صحبتی از این بحث کولبری کرد و آی فلان و آی زنم کشتن، خوب کاری کردن، شوخی نداریم که، لب مرز ایستاده وای نستاده،
تازه اون سرباز غلط کرده که تیر هوایی هم زده و فرمانده هاش هم غلط کردن، بعضیاشون تحت فشار تروریست های تجزیه طلب اون سرباز تحت فشار قرار میدن اگر حقیقت داشته باشه. کسانی هم که دارن دفاع میکنن از این مسائل برن نگاه کنن در کنار کیا وایستادن، در کنار شاهد علوی تروریست، در کنار رشیدی تروریست، در کنار حزب دموکرات، در کنار کاوه آهنگری، در کنار تروریستا وایستادن، در کنار تروریستا وایستادن به خاطر اینکه نمیفهمن بیشتریاشون. و اصلا یکی از مسائل حقوق بشری همینه، کسی که فعال حقوق بشرن، فعالیت حقوق بشری تهش میرسه به ایران ستیزی. اصلا بی برو برگرد، میبینید دیگه رسیده دیگه. چون وقتی تو فعال حقوق بشری باید از حقوق یک تروریستی که از یک حقوق یک قاچاقچی که عملا میخوان فضایی رو مهیا کنن که در آینده ایران تبدیل به سوریه بشه رو داره پیش میبره. به خدا حرفام خیلی ساده است، من نمیفهمم بعضی وقتا، یا بعضی نمیفهمن این حرفای ساده. اگه واقعا این حرفای ساده منو کسی نمیفهمه، نگاه اصلا کارهای سیاسی رو دنبال نکنه، بره پی ام سی نگاه کنه، واقعا بره یه شو نگاه کنه، بره فیلم نگاه کنه، به مغزش فشار نیاره، چون این صحبت ها خیلی صحبت های ساده ایه. میخوان مرز غرب کشور شل بشه، حق غلطی دارشون اسلحه وارد کنن، بعدم جنگ داخلی، سپس فروش اسلحه غرب، و پس از جنگ هر کی هم برنده شد حالا شرکت های غربی. حتی این یک بخش ماجراستا، تلاش میکنن که در این جنگی که اتفاق افتاد که دوباره ایران تشکیل نمیشه، که ایران فعلی تشکیل، دوباره ایران یه ذره کوچیک‌تر شه. تو تاریخ ما رو کوچیک کوچیک کردن تا اینجا رسیدیم. بحث اقتدار ملی رو یه خورده جدی بگیره، و بحث بینش، دفاع از تجزیه طلب جماعت خیانت عزیزان، به همین سادگی. واقعا عزیزان امیدوارم این صحبت ها، میگم خیلی ساده است، خیلی ساده حرف میزنم. مسئله بعدی، این مسئله کلبرم میبندم، همه پرسی کردستان عراقه.